میهن. برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست. یادمون میره همیشه این رو روشن کن. با درودی دوباره خدمت یکا یک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز سه‌شنبه 11 آبان ماه هست و دوم ماه نوامبر. 11 آبان است، مدارس همچنان تعطیل، هنوز مدارس باز نشد. گفتن که حالا از نیمه، حالا معلوم نیست نیمه یعنی 4 روز دیگه، مدارس ابتدایی رو به صورت اسمش چی گذاشته بودن؟ بذار یه نگاهی بکنم یادم بیاد دقیق بگم نگن اشتباه کن. به صورت ترکیبی از اول آذر، به صورت ترکیبی یعنی هفته 2 یا 3 روز نصف ظرفیت میرن مدرسه، بقیه به صورت آنلاین. حالا شما تصور بکن جامعه‌ای که همه دسترسی ندارن که به کامپیوتر و آنلاین و غیره و زالک، و اینکه تو بایستی که آنلاین رو، اینترنت رو بر اساس یوزج، بر اساس مصرفت بخری. اینجور نیست که مثلا شما چه میدونم 2000 تومان بدید، 50000 تومان، 100000، نمیدونم هر رقمی، مثلا اینجا مثلا $30 بدی یه اینترنت بگیری یه ماه، برو هرچی دلت خواست مصرف کن. یعنی ترکیبی، لغتهایی خودشون در میارن، واقعا عجیب و غریب است. اما امروز با خبر شدیم که یکی از شخصیت‌های سازندگان ایران، یه فعال عرصه ادبیات، روزنامه‌نگاری، یک شخصیت دوست داشتنی، به زبان ساده یکی از حامیان تلویزیون میهن رو امروز صبح در پاریس از دست دادیم، آقای دکتر سیروس آموزگار. اجازه بده با همین اندوه بریم خدمت جناب آقای سلیمی نازنین، عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به آقای سلیمی، تسلیت بگیم به این بزرگوار و یاد آقای آموزگار رو هم در این برنامه گرامی بداریم. آقا درود میفرستم به شما. درود به شما جناب آقای بهبانی عزیز، سلام و درود به شنوندگان و بینندگان ارجمند. من هم تسلیت میگم، دلارامی میگم به خانواده این بزرگوار دکتر سیروس آموزگار، به دوستان و دوستداران. و ما میدونیم که جناب علی و من در این سالهای اخیر، اگرچه او حدود همین سن امروز که به هر حال ایشون درگذشت، آسمانی شد در سن 87 سالگی، اون دوره شاید 83-84-85 بود که با ما همواره امیدوارانه در این جلسات سیاسی اون راه دور رو از فرانسه به هامبورگ، به فرانکفورت، به کلن، و در جلساتی چقدر امیدوارانه کنار جوانترهایی بود و چقدر با روحیه و واقعا با گفتاری بسیار امیدوار، دلگرم کننده، شیرین گفتار و بسیار بسیار در معاشرت و مباشرت دوستانه، و واقعا چقدر حضور ایشون دلنشین بود در اجتماعاتی که خود جناب علی، من واقعا به شما تسلیت میگم که شما از دوستان و از نزدیکان ایشون بودید در سالهای گوناگون. ایشون همواره به عنوان یکی از پشتیبانان این، اصلا حضور معنوی ایشون واقعا
برای نیروهای سیاسی و به ویژه همین میهن تیوی ما و دوستانی که به هر حال با ایشون بودند، از حضورهای از شخصیتهای بسیار بزرگواری بودند. خب دکتر آموزگار دکتر اقتصاد و حقوق بود از انگلستان و استاد دانشگاه بود در پیش از انقلاب، و وقتی که دکتر بختیار، شاپور بختیار، وقتی که اون کابینهش رو در اون شرایط بحران که واقعا کمتر کسانی بودند که درک می کردند که بختیار، شادروان بختیار چه تصمیم تاریخی گرفت، همواره ایشون با نگاه آینده نگرانه و هوشیار خودش دکتر سیروس آموزگار در اون دوره ایستاد و وزارت جهانگردی رو به عهده گرفت و همیشه حضورش، ما میدونیم که ایشون در سالهای بعدن مهاجرت و پیش از انقلاب همواره نه تنها به عنوان یک فرد اقتصاد و حقوق خونده، بلکه در ادبیات هم و در نمایشنامه و در نوشتارها و داستانهایی که ایشون داره یکی از شخصیتهای در واقع یکی از مفاخر ادبی ما هم هست. چهره ای که چند بودی به انسانی بسیار سازنده و امیدوار، واقعا امیدوار، از اونهایی که همیشه به دوستان خودش اعتماد و باور و برای اینکه به آینده ایران همیشه بسیار بسیار خوشبین و اینکه این ایران حفظ خواهد شد و ایرانی که هرگز نخواهد برد، که همراه با دوست بزرگوارش دکتر بختیار این شعار رو می دادند. واقعا یادش گرامی باشه جناب آقای بهبهان. یک تسلیت به جناب علی مجدد. بله واقعا یک شخصیت بزرگ بود. او در روزنامه نگاری ایران صاحب سبک بود و خدمات زیادی به عرصه رسانه ایران انجام داد. به همین دلیل هم وقتی که اون اتفاقات تو مملکت افتاد و فضا باز شد و بختیار یک کابینه ای رو چید، از این شخصیت دعوت کرد که بیاد و کار وزارت اطلاعات رو که بحث روزنامه و این مسائل بود، نه استخبارات، وزارت اطلاعاتی که معنی وزارت اینفورمیشن رو میداد، او رو بر این سمت گذاشت. یادش گرامی. اما بریم سراغ مطلب خودم. امروز یه مطلبی رو میخوندم از یعنی گفتگویی است که انصاف نیوز انجام داده با سعید حجاریان، تو سایت گویا هست و شرایط رو میپرسه، او هم توضیح میده و یه نکته‌ای که برای من خیلی جالب بود ازش میپرسه که اعتراضات 78 هی میگه 78 88 95 96 و این چجوری میبینی شرایط رو، و او میگه که امساد شرایط سختریه برای اینکه بودجهشون کسری بودجه امسال برابری میکنه با اصل بودجه و این یعنی تورم افسار گسیخته، و به طور ضمنی اشاره میکنه که اینها میخوان این سوبسیدها و یارانه ها رو بردارن. یکی از دلایلی که میگن هنوز جایگاه های سوخت‌رسانی رو باز نکردن هم همینه که دولت داره بنزین رو به صورت آزاد 3000 تومانی میفروشه نه 1500 تومانی. صحبتی بود که آقای آلبرت هم تو برنامهش اشاره کرد که این قیمت نازل بنزین در ایران خب اسباب مسئله است و نمیشه که همه بنزین رو گرون بخرن، در ایران بخرن نمیدونم 11 سنت 10 سنت چقدر. چی میبینید این صحنه رو و این موضوعی که حجاریان مطرح میکنه، یا این موضوعی که میگن به تعمد پمپ بنزین ها رو ران انداختن به خاطر اینکه بتونن بنزین رو آزاد بفروشن؟ این دوتا مسئله مهمه، دلم میخواد از منظر اقتصاد شما برای ما تعریف کنید که چه میگذن. بفرمایید تا بشنم. من جناب بهبهانی گرامی، من در این دفترچه یادداشتایی که من گاهگاهی نشون میدم، دفترچه سیاه و
واقعا سیاه به این لحاظ که به شکل معنوی هم سیاه این دفترچه، یعنی این در واقع فقط فیزیکش نیست، هر اون چی که در این سالهای اخیر که ما صحبت کردیم همش سیاه نوشته هاست. سیاه رنگ خوبیه ولی همش اینها تاریکه، تیره است، یعنی چیزی خبری ما تو این سه سال ندادیم. بعضی اوقات هم اومدن به شما و به بنده گفتن آقا شما چرا بدبینید، شما چرا همش میگید این نمیشه اون نمیشه این نمیشه، هیچ وقت نمیایید بگید. من گاهن یک گزارشاتی میگرفتم به من میگفتن بعضی از این اقتصاددان ها یا حالا کسانی که در عالم اقتصاد هستن حداقل یک روزهایی یک امیدکی یک امیدی یک نمیدونم فرجی که حاصل میشد یک جا فکر مثلا میومده میگفتن شاید این گونه بشود. چرا شما، من همین اخیراً دوباره دو تا ایمیل باز داشتم که چرا شما هیچگاه نمیگید که به فرض در یک چنین چیزی شاید یک چیزی باشه به نفع مردم ایران باشه. آخه وقتی که نیست، در همین سه سال اندی که ما گزارشات جناب علی و من داریم با هم کار میکنیم، یک روز شد که ما غیر از این سیاه نوشته ها واقعا این تاریکی هایی که جلوی ما بود، اون چه که اینها میگفتن، امیدهایی که میگفتن، وعده درمانی، گفت دروغ گفتن ها، گفتارهایی که یک کدومشون واقعا حتی ذره‌ای درست نبود، اینقدر دروغ ها بزرگ بود که بعضی اوقات خب فکر میکردن ادعی شاید این گونه بشود. ولی خب ما میدونیم هر باری که اومدیم با بر مبنای اعداد، ارقام و آمارهایی که از دورهای قبل بود، سریهایی که وجود داشت، تحلیلهایی که به هر حال واقعا الان ما میبینیم خودشون بعد از 6 ماه بعد میگفتن، الان شما میگید حجاریان گفته، امشب من از طرف رئیس کمیسیون بودجه میگم، فلان وزارتخانه میگم، خاندوزی میگم، دیگه اعترافات اینها واقعا سر به هر حال آسمان کشیده. اون چه که نداشتن های اینها هست و دروغ هایی که میگن روحانی گفته، حالا میگن روحانی گفته باید این آورد و محاکمه کرد و شاید هم اعدامش کرد. اینا خودشون اینن همه اینا خب تو دستشون هست. ببینید این که حجاریان در این دوره به فرض به عنوان یک مقام، حالا اسمشم که اصلاح طلب و استمرار طلب بود، مثلا یک چیزی رو گفته، خب واقعیت اینه که دیگه مسئولین اصلی درگیرشون هم تو همین روزها گفتن بله مسئله بودجه در 18 آذر طبق هر سال به طور بررسی آوردن لایحه همون سنواتی بودجه، سالیانه بودجه، 18 آذر هر سال کلیات این لایحه باید بیاد و دولت باید اینه بیاره در مجلس. بعد مراحل گوناگون داره، این میره توی کمیسیون مجلس، بودجه مجلس، پس از کمیسیون بودجه مجلس یک سری کارها روش میشه، بعدن میاد توی مجلس در مورد کلیاتش صحبت میشه، بعد از مدتی کمیسیون تلفیق که 40 نفر عضو از چندین کمیسیون های گوناگون هست، از کمیسیون مجلس و کمیسیون صنعت و کمیسیون نمیدونم همه این چندین کمیسیون های مهمه، عمران و حالا هر چی که، حالا حتی امنیت و همه اینها جمع میشن، از هر کمیسیونی 2 نفر، 1 نفر، 3 نفر، پژوهش های مجلس، کمیسیون به هر حال دارایی و مالیه و غیر و غیر با هم دیگه اجتماع میکنن، بعد کمیسیون تلفیق کلیات لایحه رو روش باز هم کار میکنه، میده به مجلس، این یک مراحل چندگانه ای رو طی میکنه تا اینکه میرسه به نزدیکی های به فرض سال 1401 که دیگه باید این رو به اجرا بذارند. خب این روندی بود که پارسال هم بوده. گاهی قدم وقتی که راجع به منابع بودجه به توافق نمیرسند، راجع به عرض بودجهی به توافق نمیرسند، راجع به این که کسری اون رو، بحثای گوناگونی که کسری سال پیش رو یا سال جاری رو چگونه بیارن و این رو ترکیب بکنن و مسائل بودجه جدید رو چطور به هر حال از لحاظ منابع سرفست ها، درآمد ها، غیر و غیر، اینها رو چطور در همدیگه ببرند و منابع بودجهشون چیه، گاهی اوقات بودجه رو یا 12 ماهه یا
شش باره در شش دور، دو ماه یک بار منابع بودجهی رو، درآمدی بودجهی رو تامین میکنند. اون چون نمیتونن یک بار منابع بودجهی رو، درآمدهای بودجهی رو داشته باشن، یعنی بودجه سالیانه رو تقسیم یا به شش میکنن یا به دوازده میکنند. اینها مسائل گوناگون در واقع فن بودجه اینهاست. فن چه از کنم؟ ناکاردانی هاشون و افلاسشون. خب شما، ما بارها گفتیم که در بودجه سال 1399 ما کسری بزرگی داشتیم، کسری حدود 300 هزار میلیارد تومانی داشتیم و در 1400 اون کسری که حل نشد که اومدن وارد 1400 شدند، وارد 1400 شدند، کسری دیگری به عنوان کسری 1400 برآورد میشد که 450 هزار میلیارد تومان هست. آخه وقتی که درآمد نفتی اینها همین حدود 2 میلیارد دلار بود یا حتی شاید روی زیر 2 میلیارد دلار بود، خب این کشوری که درآمدهای نفتیش 50 میلیارد دلار بود که امشب میرسیم به خاطر اینکه این درآمدها رو به گونه ای درآمدها رو بخوان تامین بکنند، چگونه افزایش حجم نقدینگی و رقمش رو که خودشون گفتن رو امشب اینجا خواهم گفت. خب از نظر کسری بودجه، تراز بودجه اینها در سال 1400 حداقل رقمش 450 هزار میلیارد تومان برای 1400 بود. در سال 1399 صحبت از 250، اسرار اینها را کسی نمیدونه، 250 تا 300 هزار میلیارد تومان بود. در سال 98 یک چیزی حدود 150 هزار میلیارد تومان بود. در سال 97 که تحریم شروع شده بود باز یک رقم دیگه بود. شما ببینید همین تتمه حساب ها را شما ببینید، 150 و 300 و 450 هزار میلیارد تومان فقط برای 3 سالی که در واقع الان 4 ماه آخرش هستیم ما. خب این کسری تراز بودجه رو به شکل بدهی های دولت، به شکل بدهی هایی که در فروش اوراق، مشارکت اوراق بدهی دولت که فروخته بود اینها، من رقم بدهی های چندگانه دولت رو در هفته پیش، اون چند میلیارد ها رو، صدها هزار میلیارد تومان رو هفته پیش یک بار دیگر دوستان این مباحث بودجه رو به اونجا ارجاع میدم که واقعا ببینن یک چیزی حدود 700، بیش از 1400 هزار میلیارد تومان، یعنی 1400 تریلیون تومان اینها در واقع بدهی های گوناگون دولت به صندوق بود، به بانک مرکزی بود، به بانک ها بود. یک چنین دولت بدهی، بدهکاری در واقع که ما الان داریم راجب فقط قسمت بودجه عمومی، شما اشاره فرمودید به سال 1401 که در دستور قرار داره. خب این ارقام رو گاهن هم بر شنوندگان گرامی ارجمندی می نویسند، میگن ما که این مفهوم این ارقام رو نمیدونیم. یه دوستی سوال میکرد آقا میلیون 6 صفر داره، میلیارد 9 صفر داره، تریلیونی که شما میگید 12 صفر داره، آخه این ارقامی که شما میگید رو چطور ما اصلا درک بکنیم که 12 صفر؟ بعد تازه میگید شما 1400 تریلیون، یعنی دو تا صفرم جلوی 1400 هست، 14 دو تا صفر و تریلیونم که خب به هر حال 12 تا صفر داره، میلیارد 9 تا صفر و تریلیون 12 تا صفر. خب اینا چگونه به اینجا رسیدن و معنای این چیست؟ واقعیت اینه که مردم کشور ما، ملت عزیز ما نمیدونن معنای این جریان چیست. خب ادهی که در کار حساب و اقتصاد و به هر حال زندگی روزمره با این مسائل روبرو هستند یا قدرت تأمل روی مسائل رو دارن، میتونن بشینن این جدول رو چرتکه بندازن، با ماشین حساب بازی بکنن، ببینن این ارقام چیه. ولی وقتی که ما صحبت از این میکنیم که اینا میگن در عرض 16 سال از 1384 تا 1399 171 میلیارد دلار
که کل درآمد نفتی ما 800-900 میلیارد دلار بود در بخش بزرگی از دوران احمدی نژاد، 171 میلیارد دلارش در این 16 سال از کشور سرمایه خارج شد. آقای بهبانی، این شاید قابل درکتره که 171 میلیارد دلار، وقتی که بودجه، وقتی که درآمدهای یک کشور در بهترین سالهای نفتی یه چیزی حدود زیر مثلا 1000 میلیارد دلار بود، سالانه به فرض 110 میلیارد دلار در مجموع درآمدهای کشور بود، برای 10 سال شما در نظر بگیرید، 8 سال در نظر بگیرید، میشد 800 میلیارد دلار. از این 800 میلیارد دلار 171 میلیارد دلار رو چه کسانی از کشور خارج کردند؟ 171 میلیارد دلار. بعد این روزا میگن در بورس، که بعضی ها می اومدن می گفتن بورس یک کمی شاخصش رفته بالا، یک کمی رفته پایین، یک کمی رفته بالا، برای ما گزارش های روزانه می دادن از 30,000 واحد رفته بالا، 30,000 واحد اومده پایین. بعضی از همین کسانی که در داخل و خارج یعنی اعتماد می کردن به حرفای داخل کشور، الان میان میگن دیگه رئیس اون آقای غلامرضا مرحبا، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، میگه که در همین ماه‌های اخیر 70 میلیارد دلار به مردم در بورس ضربه زدند. یعنی 70 میلیارد دلار فقط در ماه‌های اخیر که میگفتن شاید این بیاد یا اون محسن رضایی بیاد، تیب اقتصادی عوض بشه، یک آدم قوی غذایی را آوردند روی مجلس نشوندن، از این حرفا و صحبتایی که میکردن و اینا، البته همه میدونستن که اینها فاسدتر و دوستتر و بیسوادتر از تیم قبلی هست، ولی اون دستورهایی که این میداد، من دستور دادم که فلانکارا بکنن، انگار این که اینجا قوه قضایی است که بگیرن ببرن طرف رو شکنجه بدن در زندانهای گوناگون فشافویه و اوین و غیر و غیر، که اگر طرف نکنه دیگه قوه قضایی به هر حال قدرت داشته دیگه، قدرتش هم شکنجه و گرفتن سرمایه و مال و زندگی است. اینجا قوه مجریه است، قوه مجریه باید روزانه پاسخگوی 85 میلیون ایرانی، صنف‌های گوناگون، مسائل اقتصادی گوناگون، با دستور که کار پیش نمیره، که این یک کاری به سلابه خواهند کشید این مردک رو، این دکتر در واقع فلان رو، شیخ الاسلام دکتر رو، اینا به سلابه خواهم کشید در این مقام مسئولیت، اون گونه که واقعا هر روز ما داریم میبینیم اعتماد به نفس او داره کمتر میشه. یکی رو گذاشته سخنگوی اقتصادی، یکی رو گذاشته فلان، یکی رو گذاشته معاون دوباره اقتصادی، شش جور این پستا رو توزیع و تقسیم کرده که خودش رو کمی بخواد به فرض آزادترش کنه. هر جا هم که میره ما میبینیم چه دستگلی به آب میده. 70 میلیارد دلار بورس در این ماه ها سقوط کرده آقای بهبانی. من بارها در این مورد گفتم، بورس اینها یک روزی بلند میشیم مثل بورس ونزوئلا در سال 2018، هیچی نیست، کاغذ پاره است. دوستی، یکی از مخاطبین ما، صحبت های هفته پیش رو گوش کرده بود، برای من یک ایمیلی فرستاد، گفت آقا شما این رو تفسیر رو کردی و مسئله بانک ها رو گفتی، بدهی بانک ها رو گفتی و پول ملی رو اومدی توضیح دادی، ولی آخر سر باز یک چیز رو ناگشوده گذاشتی. گفتم چی رو ناگذاشته گذاشتم؟ گفت که این که ممکنه در عرض چند هفته و یا چند ماه مردم رجوع بکنن هیچ پولی توی بانک ها نباشه، این رو توضیح ندادی. گفتم چرا؟ اون رو هم توضیح دادم. حالا اگر اون رو دیگه به شکل نگران کننده و در واقع یک استراب گسترده اگر نگفتم، دیگه متاسفم، به هر حال آدم که نمیتونه هرچی سیاه‌تر کنه این رو، ولی واقعیت اینه، با توجه به وضعیت بانک ها، یک روزی میشه این بانک ها دیگه هیچ چیز پشتوانی ندارند، چون پولم پول الکترونیکه. ما میدونیم که از این پول که 18.8% کل حجم نقدینگی هست، فقط 1.8% فقط پول اسکلاس و مسکوکات هست، بقیه تراکنش هست و سپرده های دیداری است در بانک ها.
پول که نیست، مردم پولهای خودشون رو پیش بانک ها دارن، اسمی است، سپرده دیداری است. شما به فرض این که چند میلیارد تومان در پیش فلان بانک صادرات و تجارت و اینها دارید، بانک با یک حادثه روبرو میشه با اینها. شما میرید فردا با این کارتای خودتون پرداخت بکنید، کارت شما قابل پرداخت نیست. بانکی که شما باش دارید و پنج بانک همزمان ورشکستگی اعلام کردند، کارت بانکی شما فاقد اعتباره. جنس در مغازه ها هست ولی کارت شما اعتبار نداره. پول شما کاملا با 6-0 ارزش خودش از دست میده. نمیتونید یه دسته یه سبد میوه بخرید بیارید خونه. ممکنه که چند صد میلیون تومان هم توی بانک داشته باشید ولی کارت شما فاقد اعتباره. این اتفاق خواهد افتاد آقای بهبهانی. با این وضعیتی که ما امروز داریم، بورسی که سرخ و خونین شده دوباره، این خروج سرمایه ها از اون طرف میپرسند که آقا شما چه آینده ای میبینید؟ میگه آقا هیچ آینده ای نیست، وجود نداره. هیچ آینده ای وجود نداره تا موقعی که اینقدر میلیارد ها، ده ها و حتی 171 میلیارد دلار از کشور خارج بشه. دیگه چه کسی؟ محسن رضایی میگه از خارجی ها خواسته که بیایید سرمایه گذاری بکنید. این همون احمقیه، این همون جنایتکاریه که گفت ما شما رو میگیریم معاوضه میکنیم. الان اعلام کرده بیایید سرمایه گذاری بکنید، این شده مشاور اقتصادی. بعد اون رهبرش گفته بیایید ما شما رو اعدام بکنیم که جرمتون، علی خامنه‌ای گفته بود دیگه چند سال پیش که ما شما رو اعدام بکنیم که جرمتون اون دنیا سبکتر بشه. وقتی که اعدام شدید جرمتون سبکتر میشه. این آدم احمق رو آوردن، اینی که میخواست آمریکایی‌ها رو بگیره، اینی که الان نمازی رو گرفته، عادل خان رو گرفته، زاغری رو گرفته، میگی رو گرفته، میگه بیایید سرمایه گذاری بکنید در ایران. آخه ببینید اصلا اینا، این خیلی جالبه. یکی میخواد اعدام بکنه، یکی میخواد، اصلا ببینید این ماجرا اصلا قابل فهم نیست آقای بهبهانی. اگه شما نگاه بکنید بی خود نیستون، تلویزیون کره جنوبی توف کرد تو عکس علی خامنه ای در اون برنامه تلویزیونی. ببینید اینا. به هر حال این قسمت رو من گردش میکنم که بریم وارد قسمت های دیگر اقتصادی. حتما جنابتی واردی رو دارید. عرضم به حضورت که آره، این داستانی که به وجود آوردن سر این پمپ بنزینا، حتی جایی که میگه آقا کار خودش بوده، اصلا اسرائیلی ها نبودن، خودشون این کار کردن برای اینکه یارانه ها رو بردن. آیا فهم میکنی اینا دارن به این سمت حرکت میکنن که یارانه رو حذف کنن؟ اگر حذف کنن چه اتفاقی خواهد افتاد؟ الان آقای بهبهانی تقریبا 7 روز از اون هفته پیش، همین روز سه‌شنبه برداشته بودم. من هفته پیش این رو 20-80 گفتم، چون ساعت اول بعد از این ماجرای هک بود و اقدام گسترده هکرها بود. من در اونجا با احتیاط برخورد کردم، چون به هر حال اطلاعات ما در جاهای گوناگون، حرفای گوناگون زده میشه. ولی امروز اگر شما از من بپرسید، من با توجه به اینکه یک مجموعه ای از بحثا، ببینید من اینجا اینه اشاره بکنم، ما ذهن استراتژیک، اطلاعاتی، تاکتیک ما به جامعه منتقل شده. یعنی الان دیگه مثل 40 سال پیش، 50 سال پیش احزاب کمیته های مرکزی احزاب نیست و اجتماعی از رهبران نیست که میتونه در واقع خط و گمانه بزنه. در دنیای امروز شما برای اینکه بتونید گرایش ها رو، تندنس ها رو و یک تصمیم رو دنبال بکنید، به خاطر موج اطلاعات آزاد و مجموعه از داده های گوناگون میشه. واقعیت اینه که در گذشته یک ماه مدتی، یک هفته، یک ماه طول میکشید و نیروهای سیاسی، رهبران سیاسی، احزاب سیاسی، کمیته های مرکزی، اینها یا اگر دولتی بودن اقداماتی در مجالس و در دولت و اینها، اینها میشستن با هم فکر میکردن، از اجماع و عقل استراتژی و خط مشی اینا روشن میشد، میگفتن آقا اینه یا اونه. امروز
این خودش از پیشرفت هاست. البته در اینجا آفات رشد هم وجود داره و خطرهای بزرگ و مانیپولیشن هم که به اصطلاح میگن مانیپولاسیون هم امکانش وجود داره که آدم این رو به گونه مانیپولیرد بخواد اشتباه بکنه، دستکاری شده و تحریف شده در واقع حرفایی رو بزنه. اما مغز جامعه، مغز استراتژی، مغز ختمش گذاری، این ذهن در واقع انتقال پیدا کرده به جامعه و در درون جمعهای گوناگون گسترده. برای این کار سیاسیون و یا حتی دولتی ها و نیروهای گوناگون دیگه احتیاج نیست اون پشت پرده و هزار جور ماجرا رو بکاون. به یقین اگر الان سال 57 با این همه اطلاعات بود، ما میدونستیم که این خمینی چه اژدهایی، چه اهریمنی بود. از این همه اطلاعات میشد به سرعت فهمید که اون چه جنایتی پشت ماجرا است و مردم ایران فریب نمی خوردن. اما با این توضیح چرا عرض می کنم؟ ببینید در این هفته شاید صدها و هزاران داده سرریز شد در جامعه ما. به گمان من با همه این که این یک عده می گفتن که این کار هکرها نیست، کار یک نیروی بیگانه نیست، عده می گفتن چرا باید بشه. شما اگر شاخصه های گوناگونی رو و عوامل و فاکتورهای گوناگونی رو، من وقتی که در ذهن خودم، طبیعیه که من ادعایی ندارم به عنوان یک فرد، بس امروزه دیگه صدها جوان و زن و مرد آگاه وجود دارن که میتونن دقیقتر از من اصغر سلیمی ببینن به عنوان یک فرد اقتصاد خونده. ولی من وقتی که از نگاه اقتصادی، از زاویه اینکه چه آید اینها میشه، به فرض اگه دو هفته هم طول بکشه چه چیزی آید اینها میشه، وقتی که از این زاویه میتونم اینو بازم بکنم، نگاه میکنم، کار هک کار اینها نیست. هک رو دیگران کردند، یک نیروی خارجی کرده، به گمان من عمدتاً این فرضیه و این نگاه بیشتر به واقعیت نزدیکه. عرض میکنم هیچ چیز رو نمیشه با ایقان گفت. کسی که زیاد میدونه باید کمتر با قاطعیت حرف بزنه. اگر بنده جز اونایی باشم که همه چیز رو به فرض رفته باشم، خونده باشم، باز هم با تردید، با یقین نمیشه اینجا حرف زد. ولی من گمان من اینه، حدس قوی من اینه، احتمال بیشتر رو این میبینم که هکرها، از این کار، کار هکرهای گسترده است و این کار خود اینها نیست. چون شما اگر کل امتیازی که اینها، تفاوت بین این قیمتی که اینها دارند رو حتی اگر در عرض دو هفته حساب بکنید، حالا یک هفتهش گذشته، بخواید روزی، عده‌ای میگفتن روزی 150 میلیارد تومان به نفع اینا شده، عده‌ای از درون خودشون با بنزین گران و ضرب و تقسیم و هر جور کار بکنید، حتی اگر 14 روزم این طول بکشه، با این ماجرا ارزش این رو برای دولت نداره که اینها بخوام بیان برای این دو هفته. چون بیشتر از دو هفته اگر مردم بفهمند که این ماجرا تست بوده، خودشون کردن و با این همه الان حدود 54,000 نفر آدم رو فرستادن که برن تعمیر بکنند این جایگاه های سوخت رسانی رو، حتی اگه این پولو به همین هایی که برن الان سوخت رسانی رو تعمیر بکنن بدند، هم اونو جبران نمیتونه بکنه. اینقدر ضربه بزرگه. این ضربه رو یکی زده، اینها در این شرایط میخوان بگن، وانمود بکنن که باز همچنان خودشون نیرومندن. و این شایعه رو مثل اون کشتن اون فخریزاده بود که یکی اومده بود زده بود کشته بود مسلسل خودکار و این رو کشتنش، چرا باید اون فخریزاده رو میکشتند؟ یکی اینو کشت، بعد اینا خودشون شایعات گوناگون مطرح میکردن، اون فیلم گاندو که بگن یک جناحی از اینا، همچنان سازمان اطلاعات خودش این کار کرد، خودش قویه. همیشه عده ای از اینا این شایعه رو میخوان که دولت، در حالی که اینا کاملا و باز میگم کاملا ضرب در صد بار اینها به افلاس رسیدند، اینها پوشالیند، سیستم درون اینها ضرب پذیره، هک شدنیست، از بین رفتنیست، پوکه. واقعیت اینه که ضربه رایی که دیگه زده، اینا میخوان خودشون هم اینجا اونجا یه مقدار وانمود بکنن که نه آقا ما همچنان قوییم،
ما به خاطر این متامع اون منافع این کار رو کردیم. اینا از دو چیز الان وحشت دارند. وحشتی که در صحبتهای اقتصاددانهای اینها و مسئولان حکومتی اینها داره گفته میشه. وزیر نمیدونم سخنگو چی داره صحبت میشه. ببینید همه اینها الان نگرانند که مسئله دلار 4200 تومانی که مجبورن برش دارن دیگه ندارن، دلار ندارن. الان که دلار حذف این دلار رو بردند در مجلس همین امروز، لایحه حذف دلار 4200 تومانی رو با احتیاط بردن تو. صد بار اومدن گفتن که ما داریم به ما به ازای این تفاوت این رو میخواییم از طریق کارت اعتباری به مردم بدیم، و بعد دوباره میگن که ما مسئولانشون میگن ما اگر بخوایم این کار را اجرایی بکنیم حتما باز به مردم خبر میدیم. و به ویژه در آوانی که آوان خونین بود، آوانی که هر لحظه اینا دوباره فکر میکنن که اگر واقعا اگر این مسئله واقعی باشه یک جریان عظیمی جلوی روی این هاست، که به هر حال درسته که دیوانند، درسته که عقل و شعور حسابی ندارن، درست حسابی ندارن، اما واقعیت اینه که همشون در یک ترس و واهمه بزرگی هستن. این یک حراس بزرگ از این که مردم دوباره بخوان بیان. الان مردم دارن سب میکنن ببینن که این ضربه ای که از خارج اومده این کار کرده، که بخشی از مردم خوشحالم بودند که این ضربه رو یکی میتونه به اینا بزنه. بسیاری از جاها ما میبینیم هشتگایی بود که میگفتن بیان بزنن سیستم اتمی اینها رو، سیستم رادار ارتش رو، سیستم رادار نمیدونم سپاه پاسداران رو، چی و چی و چی رو بزنند. بخشی از مردم واقعا در هشتگاشون خوشحال بودند که هر کاری به سر این چیز، ما دیگه خسته شدیم از دست اینها. اگر یک نیروی خارجی اینقدر قدرت داره که این کارو بکنه، ولی هر حال اگه مردم متوجه بشن که توطئه مال خود اینها بوده، که به گمان من این احتمال بسیار بسیار ضعیفتر شده در این هفته، از هفته پیش تا امروز من این احتمال رو ضعیفتر میبینم، برای اینکه مشخص حرف زده شد بشه در اینجا. عمدتا کار یک هکرهای نیروی خارجی است. طبیعیه که نیروی خارجی بر بستر با ابزارهای نیروهای داخلی این کار میکنه. این فنسالارانی که این قسمتها را دارن، اون شرکتهایی که اینا را دارن، در درون اونا ملت ما، مردم ما به هر حال اونجا کارمندن، مهندسن، کارپردازن، همه اینها دست اوناست و اونها این سیستم رو، ضعف‌های این سیستم رو شناختن. چه بسا همین امشب که داریم صحبت میکنیم در قسمت‌های حساس‌تر اینها الان داره نقشه‌ای کشیده میشه که یک ضربه پس از ضربه دیگه وارد بشه. در مورد حذف ارز 4200 تومانی فرشاد مؤمنی گفته که اگر این رو شما حذف بکنید فکر نکنید که مسئله شما، اگرچه او خود یکی از اون کسایی بوده که این بعضی از این اقتصاددان ها رو که به اینا میگن اقتصاددان های نهادگرا، چون من یه توضیح کوتاه بدم، در ایران تقریبا سه گروه ممکنه متعدد گروه باشن، سه گروه اقتصاددان ها در ایران هستند. عده‌ای اقتصاددان های دولتی هستند که به هر حال دستشون در دست اون سعید لیلاز و دیگران، دستشون تو دست التون اقتصاددان نیست، اصلا اقتصاد عمره خونده، ولی به اسم اقتصاددان دستشون تو دست همین راندخاران و به قول شما پاچخاران استانتیست، اسم اون حرف شما رو دیگه تو مغز دارم. اونها اقتصاددان های دولتی هستند. یه گروه دیگه هستن اقتصاددان های نهادگرا هستند که اینها برای توسعه یک فرمول هایی دارن برای نهاد دولت، برای نهاد بازار، برای نقش فونکسیون در واقع چندگانه ای رو برای توسعه مطرح می کنند. و عده دیگری هم هستن که اقتصاددان های آزاد هستند، یعنی بازار آزادی هستند، که یه گروه دیگر هم اونها هستند. هر سه گروه این اقتصاددان ها درگیر این ماجراهای یک دولت ناکاردان و فاسد و به هر حال اونی که خب دولتی و رانتخاره که ابزار دست اینها بودن، در خدمت اینها بودن، ولی اون دو گروه دیگر یعنی فرشاد مؤمنی و همین رنامی و اینها که جز نهادگراها بودند و اونهایی که در واقع اسم آزاد دارن مثل اون موسی غنی‌نژاد و دیگران اینها
همه اینها در مورد این جریان ارز دولتی در این دو سال اخیر میگفتن که اگر ارز دولتی باشه در واقع اینها باعث میشه که اقتصاد تولید و به توسعه ضربه وارد بشه. اما در مورد حذف اون هم ادهی همین اقتصاددانهای نهادگرایان یعنی فرشاد مومنی و از نوع اینها میگن آقا زمان حذف این نیست و شما اگه اینو حذف بکنید با یک فاجعه بزرگتری روبرو میشید. فرشاد مومنی در همین روزها که اون مؤسسه دین و دولت رو اینا داره که به هر حال بیشتر تو این زمینه ها نظر میده، او گفت اگه شما اینو حذف بکنید در این شرایط کنونی عملا 350 برابر میشه ریسکی که امروز میتونه در واقع به کشور به ضربه وارد بشه و اینا، و این باعث میشه که تورم وحشتناکی و 6 برابر شرایط کنونی میتونه در واقع سقوط و ارقام تورمزا پیش بره. به این ترتیب یک نگرانی بزرگی وجود داره و او حتی مسئولین دولت و وزارت اقتصاد و سازمان برنامه بودجه رو فرشاد مومنی به مناظره دعوت کرده و گفته بیایید من براتون بگم که چه فاجعه‌ای رو خواهیم شد، با چه فاجعه‌ای. این کار رو نکنید، شرایط حاضر شرایطی نیست که شما بخواید این 4200 تومانی رو حذف بکنید، چون امروز 6 قلم کالاها دیگه از قدیما تعداد زیادی کالاها رو اینها تامین میکردن با ارز ترجیحی، امروز فقط 6 قلم مونده، همین نان و مرغان روغن و کره و کنجاله و غذای حیوان و اینها رو، خوراک حیوان و اینا رو 6 قلم برای اینکه گوشت هم به هر حال با یارانه به وجود باشه تامین بشه. و میگن الان قیمت مرغ به 70,000 تومان خواهد رسید اگر این برداشته بشه. اینها ارقامی هست که این روزها بحث شده در محافل و به هر حال در اتاق و در مجلس و در نشریات گوناگون اقتصادی صحبت از اینه که این ارقام میتونه به ارقام کالاهای اساسی به مراتب جهش پیدا بکنه و ضربه بزرگی به همین موج تورم زده بشه و تورم های سرغمی قطعی است بعد از این. این در مورد ارز جناب بهبانی گرامی. خب بریم سراغ ماجراهای سخت‌تر. بریم سراغ ماجراهای سخت‌تر. از جمله این که وزیر نفت اعلام کرده که ما چند میلیارد باید سرمایه گذاری کنیم توی نفت تا اینکه بتونیم به نفت دسترسی پیدا کنیم. یعنی مملکتی که خودش دومین ذخایر گاز جهان رو در اختیار داره امروز مجبوره که گاز وارد کنه. میگه به خاطر اهمالی که شده و به هر حال خوبه یه دفعه دعوت کنیم از آقای لقایی، من فکر کردم شما امروز این کارو میکنید، بیاد برامون راجع به این داستان نفت و مشکلاتش برامون بگه. و اینکه روسا به اینا اجازه نمیدن در دریای شما تو بخش خودش، نه تو بخش مشترکات، نه تو بخش خودش از قسمت گاز حفاری بکنه گاز در بیاره. ما شاهد بودیم که هفته پیش گفتن آقا محموله گاز و سوخت رو فرستاد به ونزوئلا و حالا خودش بی بنزینه، خودش مشکل داره، چرا این رو میفرسته به ونزوئلا؟ یک سواله، آیا بین این قاچاق مواد مخدر میفرسته به جای نفت؟ خودش یه سواله. خود حجاریان تو همین مصاحبه‌ای که کرده با انصاف نیوز میگه که روسا و چینی ها از ترس آمریکا و تحریم آمریکا حاضر نیستن با ایران معامله بکنن و اجازه نمیدن ایران بتونه حتی به بمب اتم دسترسی پیدا بکنه
و اینا مجبورن برگردن. من حالا به این حرفای حجاریان کاری ندارم، ولی موضوع اینه که خودشون دارن میگن که در مجلس امروز راجب شما گزارشی دادید راجب اوراق سهام و بازار بورس که چقدر ضرر کردن، در حالی که همین دو هفته پیش بود که رئیسی پاشو به زمین میکوبید که مردم بدوین بیاین تو این زمینه ها کار کنیم و نمیدونم نفت استخراج کنیم اینجور کنیم اونجور کنیم. این ماجرا یعنی این که اگر ایران تنها چیزی رو که در اختیار داره نفته و اون رو هم الان میگه نمیتونم صادر کنم، تکلیف چیست واقعا وقتی درآمدی نیست مملکت بر چه اساسی میتونه بگرده؟ بفرمایید. ببینید آقای بهوانی، از اونجایی که بارها گفتیم و همین الان همین ارقامی که الان شما هم اشاره فرمودید که وزیر نفت اوجی گفته، اون رستم قاسمی فکر میکرد که وزیر نفته، اونو به عنوان یه وزیر دیگه گذاشته بودن، اومده بود توی مجلس فکر میکرد وزیر نفت، توجیه نشده بود که وزیر نفت نیست، ولی وزیر نفت اوجی است که این اوجی در واقع میگه که ما 160 میلیارد دلار باید سرمایه گذاری بکنیم به لحاظ تکنیکی، به لحاظ ساختها. میدونیم که اینها سالها هزینه های عمرانی رو و هزینه هایی که برای توسعه، چون کشور چاه نفت در واقع و امکانات تأسیسات نفت، یک اشاره بکنم در این دو سه ماهی که نفت گران شده، سود مازاد کشور عربستان 30 میلیارد دلار بود آقای بهبانی، در همین مدت اخیر که نفت گران شده. ما خب من توی همین بیزنس کار ترانسپورت هزینه ما بسیار بسیار بالا رفته، بنزین رو که ما 1 اورو 15 تا 17 تا 20 سنت می زدیم اوائل سال، الان رسیده به 1 اورو 56 سنت، 60 سنت. و هر باری که به فرض یه ماشین بزرگ میره، یک شب میره، به فرض مثلا 500 لیتر بنزین می زنیم، گاهان 60-70 اورو، ما بیشتر باید برای اون یک بار فقط یک حرکت به فرض 500-600 کیلومتری، برای اینکه شنوندگان عزیز بدونن چقدر برای یک ماشین فقط اختلاف هست در اینجا، تا چه رسد به میزانی که خب این سودا رو کی برده؟ بخش بزرگی بازار نفت و عربستان و کشورهای صادر کننده نفت بردند و ما در این هیچ سودی نمیبریم، چون ما در بازارهای جهانی داریم زیر قیمت و واقعا اون هم مخفیانه جنسی رو که با نهایت رکود جهانی از بین رفته و حد زیاد بالا و پس از این رکود باید یک سود بزرگی، ما یادمون نره در اوج دوران کرونا نفت رو زیر 40-30 و 40 دلار می خریدن، یعنی قراردادهای نفتی رو می دادند، پولم می دادند که یکی برداره، چون خرجش بالا شده بود قراردادهای نفتی. یعنی در تاریخ بشر شما هم نفت رو میدادی هم پول میدادی، اون دوره ای که اینطوری رفته بود زیر صفر. از اون موقعی که اون رکود جهانی بود که ما ضرر کردیم خواه نخواه، امروز ما باید سودش رو میبردیم، ما امروز همچنان داریم زیانش رو میبریم، چون اصلا نه دستی داریم، اونا هم دارن حالش رو میبرند، دارن سودش رو میبرند، کشور عربستان و کشورهای دیگر صادر کننده نفت، همین روسیه که ما رو به خاک سیاه کشوند که امروز اجازه نمیده ما در 6 حوزه نفتی کاسپین دریای مازندران گاز ما رو هم اجازه نمیده، ما تحت قیمومت پوتین قرار گرفتیم که علی خامنه‌ای میگفت که عربستان گاو شیریه، چطور گاو شیریه که داره اینقدر بهش چرا داره بخوره، ما ولی هیچی نداریم. گاو شیری خود علی خامنه ای بود که روسیه اینو تا آخر چلوند و یه قرآن کپی و دروغین بهش داد و به کشور ما فقط فقر و فلاکتی که بزرگترین رقم فلاکت رو الان ما داریم، جز 4 تا پشت کشوری که
در رقب بالای فلاکت قرار بریم. خب سودش رو اونا بردن، ما 160 میلیارد دلار اگر سرمایه گذاری نکنیم در یکی دو سال آینده، در سه سال آینده، در مجموعه که اینا میگفتن 480 میلیارد دلار، به دروغ میگفتن چین میخواد بده و غیر ذلک، همه دروغ بود. اگر نکنیم ما باید خودمون از این تأسیسات صرف نظر کنیم، تأسیسات ما مستهلک شده به لحاظ تکنیک و پیشرفت، و مجموعه وجود داره که دیگه نمیتونن، مثل اون سال 1980 بود که چاهای نفت باکو تکنیکش مال 100 سال پیش بوده. چاهای نفت باکو فاجعه بود در آخر دوران سوسیالیسم، یعنی مثل 70 سال پیش هیچ وقت اونو نو نکرده بودن، و عملا باکو، همین آذربایجان، ایران قدرت نداشت. بعدها وقتی که سوسیالیسم پاشیده شد، بعدن تکنیک آمریکایی و اسرائیل و اینها بردند و باکو و آذربایجان رونق دیگری گرفت. وضعیت ایران پیشرفته، ایرانی که واقعا در خاورمیانه توی سر این تکنیک بوده، اینقدر پیشرفت ها ما داشتیم، آوردن ما رو به جای رسیدن که ما بعدن باید بریم بنزین بخریم، ما باید بریم پتروشیمی ما، مواد خوراک پتروشیمی ما، بعدن باید از یک کشور دیگر به ما، از روسیه و جای دیگر، عربستان و اینا صادر بشه تا ما بتونیم صنایع پتروشیمی ما رو به کار بندازیم. یعنی دیگه در واقع ما مصرف کننده نفت و بنزین و چیز دیگر خواهیم شد. و قطعا تاسیسات گاز ما هم ضربه بزرگی بخوره. چرا میگن در امسال زمستون گاز نارسایی های شبکه گازرسانی وجود داره؟ وزیر نفت گفته بود. بنابراین این فاجعه ای هست که ما باش رو هستیم. و پوتین چرا اجازه نداده؟ چون ما دومین کشور در واقع مخازن و ذخایر گاز دنیا رو داریم. اگر اون حوزه های گاز به ما تعلق پیدا بکنه و ما دست ما باز بشه، ما با احتساب اون مخازن ما در کاسپین، در دریای مازندران، ما بیشتر از روسیه خواهیم داشت و رقم اول رو میگیریم. به این برای پوتین و آبالا سر اینها، یعنی روسیه، افت شأن داره و این رو اجازه نمیده به علی خامنه ای که این حوزه ها رو دست ببره، و اعلام کرده که تا مادامی که ما در حوزه های دیگر مشکل تأمین گاز در فلان سطر رو داشته باشیم، اجازه محصول برداری از حوزه خزر رو، کاسپین رو، نخواهیم داشت. اینها اون بازی هایی بود که ما رو به خاک سیاه کشوند، و اینها با این همه اشتباهات و ناکاردانی هاشون وضعیت رو به اینجا رسوندن. آقای بهبهانی گرامی، من سعی میکنم حتما در گزارش هفته دیگر از دوست من جناب آقای لقایی هم در اینجا یک گزارش دیگر از حوزه انرژی و اقتصاد باز به طور ویژه و کاملتر حتما اینجا با هم داشته باشیم. حتما این کار خواهیم کرد. ممنون از شما. عرضم به حضور شما که یه چیزی رو کشف کردم، و اونی که این ماسایی که وایرلس اند و اینها کنار این میکروفونا که قرار میگیرن، صدای خشخش رو دوچندان میکنه. اما بریم سراغ ماجرایی که الان صحبتشه. این ما یه چیز رو تو، من به شخص تجربه خودمو میگم، از دوره آریامری تا امروز میگفتن کابینه تغییر کرد و همه گناه ها به گردن قدیمی هاست و کابینه قبلی، این کابینه جدید خیلی پاک و یک دست. این یه چیز سابقه است که دوره شاه هم همطور بود. حتی درسته که مثلا هویدا 13 سال نخست وزیر بود، ولی کابینش دائما در حال تغییر و ترمیم بود. او به عنوان منشی در حقیقت عمل میکرد. اما این که میگه ذخایر طلای ایران رو که از دوره نادرشاه ما انبار کردیم، حالا یه مرتبه میگه اینا رو حراج کردن، بایستی سیف رو بگیریم و
بیاریم محاکمه کنیم. یا بحث مدیریت کرونا، امروز رفتن یخه روحانی رو گرفتن که آقا این بوده که باعث شده که این اتفاقات بیفته. این ماجرای سرقت معدن یعنی ذخایر طلا رو چجوری میشه بهش از منظر اقتصادی نگاه کرد؟ این چیه؟ این چه پدیده است؟ بفرمایید بشنوید. بله، معدن طلا رو ما تا کنون، من فکر میکنم پارسال یک بار اون معدن طلایی که در آذربایجان بوده رو ما با هم دیگر صحبت کردیم. و اینکه اینها، ببینید بعضی از ارقام و آمار در کشور از معدن مس ما، معدن طلای ما، معدن گوناگون، اینها رو ارقام این رو اینها به هیچ وجه این اسرار رو نمیگند. آقای بهبانی گاهگاهی ممکنه در یه جایی درز بکنه، فرق نمیکنه برای اینا چه طلا چه مواد مخدر، چون شفافیت اقتصادی نیست. و حتی اتاقهای ما، حتی اقتصاددانهای ما، مرکز آمار ما، چون اینا دست در واقع اقتصاد زیرزمینی است، دست هولدینگ های بزرگ همین علی خامنه است، ستاد اجرایی فرمان امامه که دست داره روی همه اینها. شما امکان نداره که یک معدنی در کشور پیدا بکنید و چهار تا آدمه به فرض، نه تنها حالا دولتی و خصولتی ها و اینها رو بگذاریم، مثلا چهار تا آدم خصوصی که امکان نداره، یعنی هیچ جا، چون دولت در واقع دست داره روی معدن این گونه ای. و اینم که دولت دست داره، دولت در ایران، ساختار دولت در ایران، یعنی که باید قوه مجریه این رو هدایت بکنه، به هیچ وجه رابطه این ساختار قوه مجریه ما با اون نیروی در واقع مسلط بیت خامنه‌ای توضیح داده نیست، تعریف شده نیست. بیت خامنه‌ای یعنی قوه مجریه، همونی که بارها گفتیم دولت پنهان. شما ببینید از 2000 و حدود 2000 تریلیون تومانی که بودجه در واقع شرکت های ایران هست و حدود 930 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی هست، اون شرکت ها که سه برابر در واقع بودجه چیز میشه، بودجه عمومی میشه، بودجه اونها، چون ما در ایران دو بودجه داریم، یک بودجه عمومی است و یه بودجه شرکت ها و اونها، مؤسسات و شرکت ها و اینا. اون بودجه اونها اصلا شفاف نیست. بارها در مورد بودجه اونها اومدن گفتن آقا این رو بازش کنیم، ولی حتی موقعی که ناطق نوری امر هدایت محاسبات خود بیت رو داشت، به او اجازه نمیدادن که او دست ببره. اینها دست آدمای مثل محمد مخبر و اینها بود، دورانی همون یارو شریعت مداری که 40 سال وزارت چندین دولت رو داشت، در 6 دولت محمد شریعت مداری همیشه وزیر بود. اینها کارچاخکنهای بیت خامنه ای هستن. اینا نمیذارن اسرار و اسناد این مسئله معدن طلا، به ویژه معدن طلا، دقیقا مثل مواد مخدر که حدس می زدن حدود مثلا بعضی از سالها 10 میلیارد دلار هست، که شما هفته پیش می گفتید که اون دوست ما به ما می خنده می گی من و شما ساده هستیم. خب من و شما سالهاست که این آمار و ارقام رو داریم می کاویم، بارها در همین تلویزیون اومدیم گفتیم که قیمت در خشخاش مواد اولیش، گیاهش در افغانستان چجوره، گزارش دادیم از وزیر اطلاعات و فناوری که در کدام مزارع همدان و اون طرفا با اون اشعه در میبینن، چون گل خشخاش در هنگام شب و صبحگاهان یک اشعه داره که اینها میتونن حتی با ماهواره بدونن که کجاها کشتزارها در مناطق از ایلام و لرستان و همدان و همدان که خوب شناخته شده است، یا نواحی مرزی خراسان و کجا اینها گل به فرض فلان کاشتن یا کجا گرز خشخاش کاشتن. بارها ما در همینجا صحبت کردیم که اینا
چگونه خارج کردن. حالا ما پذیرفتیم از آقای محمد که ما ساده هستیم، جناب عالی من جز ساده هستیم و نمیدونیم که این داره مازوت میبره یا بنزین میبره یا چیز دیگه، ولی واقعیت رو تغییر نمیده. شما ببینید از زمانی که شاهبدوان امیر انتظام گزارشی از درون زندان داد 25 سال پیش که ایران از درون زندان با باندهای کتاب خاطرات آقای امیر انتظام رو بخونیم که بزرگترین جنایتکاران و باندهایی که در اون دوره خود دولت بعد از یه مدتی که اینا سوخته میشد اینا رو می آوردن و در درون بندهای زندان، چون شادروان امیر انتظام انسان خوشمشرب و بسیار مردمی بود، بارها با اینا صحبت کرده بود. در اون کتاب خاطرات این فروشندگان بزرگ مواد مخدر که یه دستشون توی کولومبیا بود، یه پاشون توی کویت بود، یه جاشون توی ترکیه بود صحبت میکنه. و اینکه اینا تمام زندان رو خریده بودند در اون سالها 20 خورده ای سال پیش. ببینید دیگه امروز سپاه پاسداران و این اقتصاد زیرزمینی چه نقشی داره. خب ما اینا رو همه رو ثبت کردیم در خاطره و در همین صحبتهایی که در میهن تیوی کردیم. اما معدن طلا به مراتب از این هم حساس داره. شما برید بزنید توی معدن طلا در ایران، یک جایی اون منطقه‌ای که در چیز هست آذربایجان هست که دارن، ببینید هر چی این بر اون بر بکنید از میزان حاصل که به هر حال برداشتی که کردن از این معدن و بعد باندها و دسته هایی که در اونجا هستن، افرادی که اونجا رو دارن هدایت میکنن، بانک هایی که اونجا دست دارن، ببینید هیچ چی در میارید. من بارها در این مورد کاویدم، کندوکاف کردم، ولی شما ارقامی ندارید. در حتی شما این رو به عنوان صنعت در قسمت سنت، یعنی صنعت و معدن و تجارت وزارت، ثبت شده نیست این آمار. چرا؟ چون زیر دست وزارت خونه نیست. این باید در واقع در یک پستی، در یک سرفصلی از وزارت صنعت و معدن بیاد در بودجه نکاس پیدا بکنه، چون برداشت ها به هر حال در زیر وزارتخانه صورت میگیره. مثل وزارت نفت، وزارت نفت گزارش درآمدهای نفتی خودش رو به دولت میده و اینها میره در سرفصل بودجه‌ای، در اونجا ثبت میشه. وزارت صنعت و معدن و تجارت باید قسمت معدن گزارش بده و درآمدهای طلا رو گزارش بده، ولی اصلا وزارت صنعت و معدن نقشی در این میان نداره. برداشت دست ستاد اجرایی فرمان امام و زیر دست بیت رهبری است، کاملا مخفیانه است. هیچ ارگانی در کشور نمیدونه که چی داره اونجا میشه. درست مثل سرنوشت این بیچاره افغانستان که اشرف غنی و اون یکی دیگران و دیگران معدن این رو سالها بردن و یا آمریکایی ها اصلا حتی به دولت اونجا هم گزارش نمیدادند. این چند کشوری که اونجا بودند همش ما میشنیدیم که اینا اومدن پول اونجا آوردن. آقا این نیست، اینا یه عالم از اونجا رو، این دل زمین اینا در همون دورانی که طالبان داشت میجنگید اینها از اونجا بردند، از معدنهای افغانستان. چرا همش از غرب و از خوبی های غرب صحبت میکنیم؟ چه جنایتی در دل معدنهای اونجا صورت گرفت؟ کشورهای خارجی کردن، آخر سرم ولش کردن، پولی رو که آوردن بعد چیزی رو که بردن، فاجعه ای صورت گرفت در همون کشور افغانستان. حالا یا بایدنش یا نمیدونم اون یکیش یا اوباماش یا ترامپش فرق نمیکنه. کشوری که صاحب نداره آقای بهوانی، یا چین میبره یا روسیه میبره یا در یک دوران دیگری و دیگری بردند. اینه فعلا که بیشتر از همه علی خامنه ای خورد و برد و داره همین ها هستند که مقاومت کردند. تا الان که امشب باز یک کمی جلوتر بریم، من میزان چاپ افزایش نقدینگی بدون پشتوانه رو یه گزارشی تهیه کردم که خواهم داد. اگر اینها این پول رو نداشتن، اگر ساختار دولت این گونه قوه مجریه با بیت خامنه‌ای ادغام نشده بود، اینها تا الان بارها نابود شده بودند، به اقتصاد زمین خورده بود و اینا به قول آلمانا با دماغ خورده بودن و نابود شده بودن مغزشون. ولی چون
قدرت مالی علی خامنه ای بالا بود، ستاد اجرایی فران امام، بنیاد مستضعفان، بنیاد فران، بنیاد، چون اون 800 میلیارد و 1000 میلیارد و این همه سرمایه هایی که از مردم بیچاره گرفتند، 70 میلیارد از بورس، فلان قد از فلان جا، فلان قد، این پول ها را داشتند، تونستند تا کنون این تحریم ها را دور بزنند. ولی یک جا پایان داره، ما داریم به پایان اینها نزدیک میشیم که اینها به افلاس رسیدن که دیگه نمیتونند هزینه های حتی ارتش خودشون رو که در قسمت سیاسی بهش خواهیم پرداخت، سپاه پاسداران بدنهشون رو، هفت جنگ رو برسن. اما تا الان تونستن، بخشی از همین معدن طلا بود. آقای بهوانی شما خاطرتون هست تجارت طلای زراب، یادتون هست که در زمانی که نفت رو میبردن طلا می آوردن، یادمون نره اون 60 تن طلایی که در واقع میگن سیف اون طلاها رو برده یا اینکه دادند رفت. خب این طلاها کجا رفته؟ اون سکه هایی که اینها چاپ میزدن، ضرب میکردن و فروختن، پیش فروش کردن، امروز قیمت سکه در بازار 11 میلیون و 750 هزار تومن بود. خب اینها هزاران، ده ها هزار سکه ضرب زدن و فروختن به مردم. اینها، این طلاها از کجا می اومد؟ از معدن طلای ما. آیا کسی از میزان پشتوانه طلای اینها، این که میگن 171 میلیارد دلار بردند، این که همش پول نفت نبود که در اینجا، این بخشش از همین طلایی بود که در واقع اینها میفروختند و اینا تبدیل به در بازارهای جهانی به پول کردن، به ارز خارجی کردند، ولی همه رو در شبکه‌های زیرزمینی خودشون به شکل شمش طلا از ترکیه خارج کردند، از ایران و ترکیه خارج کردند، بردند. امروز هم رقم این روشن نیست، فعلا اسراری از رقم این موجود نیست. آقای بهوانی من فکر میکنم اینا یه بخشش مربوط به سرگرم کردن مردمه، این که روحانی رو الان بیاریم دار بزنیم برای اینکه مدیریت نکرده کرونا رو، یا اینکه برکت نمیدونم صادر کرده، خودش وارد کرده، خودش نمیدونم گفت ما بهترینیم. فکر میکنم اینا در جهت انحراف افکار عمومی باشه و مردم رو سرگرم این مسائل بکنن، در حالی که مسئله اصلی مردم، دغدغه مردم نانه، مسئله مسکنه، مسئله اینه که چون این یارو هم که روز اول اومد گفت من 4 میلیون خونه میسازم تحویلت میدم، میدونن این مشکل اصلی مردم رو که همون وضعیت مسکنه میدونن. باز این حجاریان اشاره میکنه تو همین مقاله به ماجرای فرار که جوانا دسته دسته دارن میرن، ما باید یک کاری کنیم که اینا رو اینجا سرگرمشون کنیم. این ماجرای سرگرم کردن یه استراتژی ایناست. دارم میخواد شما راجع به این داستان برام سخن بگید. بفرمایید. یه گزارشی میخوندم آقای بهوانی که 20 میلیون مردم ایران در 18 شهر بزرگ در معرض نشست زمین و فاجعه نشست زمین هستند. این گزارش تکان دهنده است. یعنی موضوع دیگه مثل ونزوئلا نیست که به فرض از 28 میلیون 3 میلیون جابجا شدند. اینا وقتی که با این فاجعه شهرهای بزرگ که بر اثر کم‌آبی نشست زمین که شروع بشه، وقتی که خانه هایی ریزش بکنه و اینا مردم به هراس بیفتند و ترک بکنن، در وهله اول به سمت شهرهای شمالی میرند که اونجا نشست زمین کمتره. بعد ارحال میدونیم که شهرستان من، یعنی شهرستان رشت، حدود 700 هزار جمعیت داره. این 700 هزار جمعیت یکی از شهرهایی است که بیشترین انباشت جمعیت
در اون هست. خب اگر به فرض این به 2 میلیون یا 3 میلیون یا شهرهای مازندران که مثل همین اینها به 3 برابر ظرفیت موجود خودش برسه، خب ببینید که اینا به هر حال جمعیت عظیمی از کشور اول مهاجرت میکنه به این شهرها. بعد اصلا کلن ما با یک وضعیت، الان میدونید همین روزها بحثای زیادی در جهان شد در نشست گلاسکو که ما امشب نتونستیم امر مهمی مثل نشست گلاسکو رو، نتایج تصمیمات بزرگی که در اونجا گرفتند رو حتی اشاره‌وار بگیم، که امیدوارم شما در صحبتهایی که با دیگر عزیزانی که در اینجا صحبت خواهند کرد حداقل روز مهمترین اون رو یکی از عزیزان بگن در این صحبت ها. ما شاید امشب اشاراتی به این از زاویه اقتصادی بهش داشته باشیم، ولی شما میبینید این انسان، چهره انسان، ساحت انسان در این 10 سال 20 سال آینده چگونه خواهد شد. ما در ایران فعالان، افراد، کارشناسان اقلیمی رو، محیط زیست رو، زیست بومی رو گرفتند کشتند، به خاطر اینکه بر اثر، الان روشن شده گزارشاتی که روسیه به اینا داده بود، او بر اثر روسیه فهمیده بود که یک سری از کارشناسان ما دارن چه کارایی میکنن، واقعا داشتن حفظ میکردند، ولی آمار ارقامی رو به این بر اونور به هر حال به مراجع دنیا، شاید به مراجع همین که به زمین فکر میکردن، به مادر، به زمین، به هستی، به هستی انسان فکر میکردن، اون سید امامی رو، اون به هر حال محمد بود، چی بود اسمش، کوچکش یادم نیست، او رو کشتند و دیگران رو الان توی زندانها دارند. در این مورد ببینید وقتی که شما با یک مهاجرت فقط بر اثر، نه بر اثر گرسنگی و کم آبی، و که در بسیار از شهرها خود امر کم آبی یک فاجعه ای از مهاجرت رو خواهد داشت، شما بر اثر نشست زمین بخواید یک چنین موج مهاجرت رو داشته باشید، خب شما میگید که انسان ایرانی ناراضی است، انسان ایرانی دیگه زندگی برش تباه شده، جوانی که درسش رو خونده، همه چیز رو داره و میتونه امروز وارد دنیای کار بشه، ازدواج بکنه، خب فرزندان خود ما در اینجا واقعا همه جور امکانات رو داشتند و این امکانات در سرنوشت خودشون، در دانشگاه ها، در دورانی که در دانشگاه بودن، در محیط های کار، هر کسی، فرزندان ما حتی ممکنه که امروز به عنوان فرزندان من، به عنوان پزشک، در انگلستان 2 برابر بهشون حقوق میدند، در فرانسه بهش حقوق میدند، ولی وابستند، یعنی دوست دارن این کشور رو، این شهر کل رو که درش بزرگ شدن. امکان نداره یک دانشگاه، بسیاری از این جوانانی که در اینجا الان برای مردان الان 30-40 بیشتر کمتر هستند رو که دانشگاه رو تموم کردن، دورانی از کار خودشون رو پیشرفت کردن رو، نمیتونن کشورهای دیگر به این راحتی اینا رو بخرن ببرند، دوست دارن اونجایی که دارن زندگی میکنند رو، حتی با پول کمتر، این واقعیته. خب کشور ما، کشور این زیبایی با این همه امکانات، ما امروز داریم میسوزیم، ما خاک شدیم، ما را سوزوندن، ما خاکستر شدیم. این از وعده های کرونایی، اون از کمابی، این از نبود برق. ببینید گزارشی که از سد اصفهان، در منابع آبی در اصفهان دارن میکنن، ببینید به زیر 10% موجود منابع آبیش رسیده، مخزن آبش رسیده. خب چه فاجعه ای اصفهان رو هی آب در آوردن، گلکاری کردن، بعد اون کرباسچی جز افتخارات خودش میدونست که در اصفهان همه جا گل کاشتن، هی آب دادن هندونه. آها تو امسال، تو این تابستون، تو این وضعیت کمابی، ماشینای 20 تنی رو آقای بهوانی، 25 تن 27 تن هندونه های بزرگ، من توی جریانم دیگه، می آوردن ترمینال هایی که اینجا بود، هندونه ایرانی. شما ببینید هر کدوم از این هندونه ها 20 کیلو بودند، از ایران اینا رو می آوردن. چقدر آب از ایران خارج شد. آخه هندونه رو ما باید هندونه بفروشیم؟
ما باید بز نگهداری بکنیم، ما باید اینطوری اقتصاد ما رو، ما قطره قطره آب ما، اون شبنم های ما توی بیابان برای اون خار و برای اون گون برای ما ارزش داره. سیستم غراف را از بین بردن، سیستم رودخانه را از بین بردن. گزارشی هست از آبشارهایی که سالیان، شاید اینها 1,000,000 سال در ایران در یک سرزمین خشکی مثل ایران این آبشارها بودند، در لرستان در فلانجا این آبشارها دارن میخشکند. خب این مهاجرت بر اثر چی میاد؟ حالا غیر از نارضایتی های سیاسی، سرکوب ها، پهلوان کشی ها، رنج هایی که وارد کردن، غیر از اون وضعیت اقلیمی، این شرایطی که ما داریم، دگرگونی هایی که الان هست در طبیعت کشور ما، هیچ جایی برای امید برای این کشور نذاشتن. اینها باید هر چی زودتر آقای بهبانی ملت ما قال قضیه رو بکنه. واقعا راهی وجود نداره، هیچ امیدی نیست. همونطور که اقتصاددانهای خودشون میگن که این پول و این سرمایه تا مادامی که در به همین پاشه نمیچرخه اینها سرمایه ها رو خارج خواهند کرد، تمام فرزندان اینا هم دارن در کشورهای خارج حال خودشونو میکنن، زندگیشونو میکنن. فکر نکنید که مثل فرزندانی که در این 20-30 سال اومدن درس خوندن کار کردن، اینها اکثرشون 90%شون انگلند. فرزندان اینها حالا 4 نفرشون هم ممکنه درس خونده باشه، 90% اینها انگلند. پولهای صدها میلیونی و ده ها میلیونی رو گرفتند و مفت و جانی اومدن، بهترین وضعیت زندگی رو و فاسدترین زندگی رو دارن به نام ایرانی این ورانور دارن میکنند. این سرنوشت کشور ماست که در بخش سیاسی به این مهاجرت. خب سید حجاریان احمق به توان صد که پس فردا روز 13 آبان بهزاد نبوی فلان فلان همه اینها رهبران سازمان انقلاب اسلامی دیگران، اونهایی که این سفارتخونه رفتن گرفتند و اون جنایت بزرگ به دنبال اون، در واقع اون تبعید، اون شرایطی که گروگانگیری اون 40 نفر نبود، 444 روز گروگانگیری یک ملت، پس فردا 13 آبانه. این ماه آبان به گونه ای بهبانی، ماه زیبای آبان، یک جوری پرونده همه نکبت ها هم توی همین ماه هست. شما ببینید چه جنایات اینا در سال 98 کردن، چه کشتاری کردن، و از اون آغاز آبان 58 تسخیر سفارت، ببینید چه فاجعه های اینا نصیب ما شد. ممنونم از شما. عرضم به حضور شما که شما طی این سالها که ما در خدمتت بودیم همیشه بر همین مسیر حرکت کردی و معتقدی که بایستی که تو اون مملکت یه حرکتی انجام بشه، اینا رو از جا بکنه. من روز شنبه صبح که از خواب بیدار شدم رفتم به سمت تلفن که از شارژر جداش بکنم، بعد یهو به صدا در آمد، دیدم که وصل شده به کلاب هاوس. نمیدونم به چه دلیلی گاهی این وصل میشه خود به خود. دوستان گفتن که آقا نوتیفیکیشنش رو قطع کن، گفتیم آره ولی اونو همه رو قطع میکنه، نمیخوام همه نوتیفیکیشن هم قطع بشه. به هر حال داستان کوتاه این که وصل شدیم به یه اتاقی تحت عنوان چگونگی پیدایش ساختار سازمان مجاهد انقلاب اسلامی و همه شغالها، گورکا، همه اونجا کفتارها، همه اونجا جمع بودن. هرچی شغال کفتار بود از بهزاد نبوی بگیر و برو جلو، آرمین و غیره. و دیدم که همه رو دارن دروغ میگه و دیدم آقای مجید تفرشی هم تو این اتاق حضور داره. و روز بعدش زنگ زدم به آقای تفرشی و
جوای حال شدم که آقا داستان چیه؟ تو که مورخی و دنبال تاریخ ایران حرکت میکنی، آیا این حد از دروغ رو شما تو این اسناد گذشته هم پیدا میکنی؟ میبینی؟ گفت خب بله، دروغ، همه دروغ میگن. گفتم میدونم، ولی تا این حد؟ گفت نه دیگه، اینا خیلی بیش از حد دروغ میگن. و مطالبی رو بیان میکردیم به بهزاد نووی که حیرت انگیز، و میگفتش که آره جوونا میان، البته تعریف میکرد که بله انقلاب خب این سختی ها رو داره بود. نمیدونم، من تو کمیته بودم، کمیته مثل دریا بود، یه جا نبود، از این ور تا اون ورش هر کی یه کاری میکرد اینا، و ما هم خب انقلاب دیگه، و انقلاب اینا رو داره. به همین دلیل وقتی جوان ها میان سراغ من، جوانان تندرو، من بهشون میگم نه انقلاب نکنید، انقلاب خوب نیست، ما انقلاب کردیم خوب نبود، شما نکنید، برید از اینجا. و شما نگاه میکنیم اینی که این به جان که کاد تربیت کنه، نیرو تقویت کنه، تشویق به فرار میکنه، تشویق به رفتن میکنه، و بر این پای میکوبه که انقلاب کار خوبی نیست، ما انقلاب کردیم، شرایط رو بد کردیم، شما انقلاب میکنید کار رو بدتر میکنید. در حالی که ما میدونیم که این واقعا یه دروغه و هیچ چیزی دلیل هیچ چیزی نیست. و ما مشکلمون جای دیگه است، مشکلمون همین نوع رفتار هاست. شما نگاه کنید ببینید که من اتفاقا یه فیلمی رو به دستم رسید پخش کردم از مراسم کوروش در برلین، و دیدم که اینا چجوری رفتار کردن، چه مراسم باشکوهی درست کردن. ولی اینجا در منطقه‌ای که بیشترین تعداد ایرانی خارج کشور رو در خودش جذب کرده، در جنوب کالیفرنیا، در لس آنجلس و پیرامونش، دیدیم که چه فضاحتی بود، و این رو تبدیل کرده بودن به پارتی کوروش. و بعد که میگفت بله خب حالا اگه نشد بالاخره پارتی دیگه، بیا جوونا بیاین پارتی، این میخونه، اون میرقصه، اون داریه میزنه، و همه چیز رو تقلیل دادن و همه چیز رو کوچیک کردن، سخیف کردن. یادتون میاد که وقتی تو دیماه سال 96 اعتراضات شروع شد در ایران، در مشهد گفتندم رضا شاه روحت شاد، مرگ بر دیکتاتور، که خود این شعار جمع ضدین است. ولی یهو دیدیم که یهو گفتن بودو بیا جنازه رضا شاه پیدا شد، ما پیدا کردیم، مومیاییشو در آوردیم، و یه چیز کج و کوله شکسته که اون هیبت، اون تصویری که تو ذهن مردم هست از یک مجسمه رضا شاه که سوار بر اسب، یا عکسایی که از رضا شاه هست، مردی با چشمانی نافذ، مردی که واقعا سردار ایران نوین بود، ایران رو ساختن در اون دوران، یا تبدیلش کنیم به یه مجسمه شکسته، یه خاکی، یه دست نداره و یه مومیایی زشت، اون تصویر رو بشکن. و میبینم که همین کار رو در مورد کوروش داره انجام میده، به جای اینکه این رو تقویت کنه به عنوان هویت ملی، این رو تبدیلش کرد به پارتی. و شما مرتب داری میگی که آقا امیدت، من میبینم تو هر برنامه امیدت به اینه که طوفانی به پا خیزد و از جا بکنه، ولی میبینی که فقط ناامیدی رو ترویج میکنه. این چیه؟ این رو امروز که بهش نگاه میکنی چجوری تعریفش میکنی؟ بفهمید که تحلیل سیاسی شما رو از این شرایط بشنف. این دفترچه سیاه رو هر بار نشون میدم، داشته شما فرمایش داشتی میکردی، من یک گزارش یک دقیقه‌ای بگم چون حیفم میاد. اینها اعلام کرد همتی که ما پول بدون پشتوانه چاپ نکردیم. این یک دروغ بزرگه. من وعده میکنم که هفته دیگر
بگم که حداقل در این دو سال و نیم همتی بر طبق آمار و ارقام گوناگون بیش از 105 میلیارد برابر 105 میلیارد دلار پشت پول بدون پشتوانه چاپ کرده و حجم نقدینگی ما در این دو سال و نیم از اول سال، یعنی در واقع سال 98 و 99 و 6 ماه 1400 به 2100 تریلیون تومان افزایش نقدینگی هست که حدوداً حداقل 105 میلیارد دلار این پول بدون پشتوانه، چون میگه این پشتوانه در خارجه، ولی این رو بعدن صحبت خواهم کرد که این دروغ بزرگیه. این رو فعلا شنوندگان و بینندگان ارجمند داشته باشن که همتی که شما الان گفتید که اینها دروغ میگن و در ابعاد بزرگ دروغ میگن، او برای اینکه جان خودش رو به در ببره میگه که من پول پشتوانه نمیخواد مثل سیف او رو هم بگیرن یه روزی، یا ماکتش رو بسوزونن یا خودش رو تیرباران بکنن. در از الان این رو مبنایش رو میذاره که من چون پولای ما رو گرفته بودن در خارج داشتند، من این پول رو از بانک مرکزی اجازه چاپش و غیر و غیرش رو دادم که جرم خودش رو کوچکتر کنه در دستگاه بانک مرکزی روحانی. اما سوالی که فرمودید، ببینید آقای بهبانی، کوروش رو از ایران تبعیدش کردند، کوروش رو از پاسارگاد تبعیدش کردند به لس آنجلس، به برلین نذاشتند. اینقدر به گیر و ببند کردند و نذاشتند که این رو پیش ببرند. شما شاید خاطرتون باشه ما 14-15 سال برای دکتر مصدق زادروز گرفتیم. البته عده‌ای هم بودن در اون زادروزها همیشه میل داشتن بیان گریه بکنن، یا اینکه همش به گذشته برسند، همش به جنگ این و اون برسند. ما هر بار در اون زادروزها مسائل گوناگون، مسائل کشور رو، آینده کشور رو، چشماندازها رو، به شده که سالهایی و آقای رضا علامه‌زاده فیلمش رو تهیه کرد در حدود 15 شهر اروپایی و آمریکا و بعد تالارها اسم گذاری شد این شخصیت. بعدم خب چهره او که او سلطنت میخواست، الان عده زیادی از طرفداران شاهزاده رضا پهلوی میگن آقا این آقا باید شاه سلطنت میکرد، که البته واژه سلطنت رو من میگم باید پادشاهی میکرد نه سلطنت. سلطنت مال به هر حال اصلا از لغت اشتباهه، اما منظورشون این بوده که باید فرمان رواییش در کار اجرایی دخالت نمیکرد، باید شهریاری میکرد، باید الان خودشون میگن میهنبانی میکرد، باید از کار اجرایی که شب و روز یک شاه بیاد در کار اجرایی دخالت میکرد، اون گونه که محمد رضا شاه فقید با تمام ارزش هایی که این انسان داشت، که در هفته پیشم زادروزش رو واقعا یک بار دیگر به عنوان یک روز تاریخی گفتیم. اما خب اون اشتباهی که فاجعه ای بود که بخشش رو خود شاه ایران هم در اون فاجعه همراه با حالا دیگه نفوذ و جاسوسان و فردوست و شاپور رپورتر و همه اینا به کنار، همراه با اشتباه بزرگی که بارها گفتیم جوانان که از دیدگاه هایی بودن، دانشجویان بودن، نسل ما که اشتباه کردن، نسل همین که دستشون در جنایت بود که توی حکومت بودن، همین بهزاد نبیبی ها و اینا که نگاهشون امپریالیسم آمریکا و نمیدونم چیشی زنجیری اونو که به شاه ایران میگفتن جاندارم منطقه و سگ زنجیری امپریالیسم و همه جور حرفا میزدن همین بهزاد نبیبی ها. خب اینها در واقع سرنوشتی بود که ما در اون دوران داشتیم. سرنوشت این چی شد؟ امروز ما میبینیم، ما اینکه امید میدیم یا باور داریم یک طرفه، اون چه که در این دوران اتفاق افتاد یک مروری داریم میکنیم به حوادث 43 ساله. ایران از شخصیت های بزرگ خودش در دوره های گوناگون یاد کرد، همون گونه که شما گفتید از عظمت و بزرگی در آغاز پس از انقلاب کسی صحبت از رضا شاه و ارزشای او نمی کرد، کسی صحبت از شاه فقید نمی کرد، از شاه بانوی ایران نمی کرد. زمان احتیاج داشت تا مردم از این اسلام
از این اصلاح طلبان، از این اصول گرایان فاسد، از این سازمان انقلاب اسلامی که در دست جنایت همین 13 آبان داشت، از چپهایی که در اندیشه در استالین بودند، نه نگاهی که خسرو شاکری نگاه در واقع اون نگاه و خلیل ملکی داشت، نه از اینها به تدریج زمان طول کشید، زمان برد تا به تدریج این روان و نگاه و دیدگاه ها و اینها عوض شدند. جامعه پس از 43 سال راه 1400 ساله رو پیمود که آقا چه واقعا چه بر سر ما اومد. این رو در تجربه خودش هیچگاه دیگه در ایران امروز مثل وضعیتی که اردوغان در ترکیه داشته که با قرآن کودتا کرد علیه فتح الله گلن، با قرآن، صدای قرآن، امکان نداره کسی در ایران کودتا بکنه آخونده را نبره بالای چراغ برق، امکان نداره. اون طوری که رفسنجانی میگفت یک ماه آخر عمرش، اینها رو خودش گفته بود که ما را از چراغ برق آویزان خواهند کرد. امکان نداره کسی چه کودتا بکنه، چه دگرگونی بیاره، چه نامه به نام اسلام دیگه هیچ چیز در ایران اتفاق نخواهد افتاد هیچ وقت. اما اون چه که به سر کوروش فعلا آوردند یا دارن میارن، هنوز صورت نگرفته، از ایران اینو چوب و چماق زدن بیرونش کردن. به زودی اگر ما متوجه نباشیم برای کوروش لباس تابستانی براش درست میکنن، یه شورت کوتاه بهش میپوشونن، شورت کوتاه پوشیدن اشکال نداره در کشورهای اروپایی، یه گوشوار براش میذارن، اینم ایراد نداره، جوونا ممکنه بکنن، موشم برات یه پوش میدن، ازش از چهره کوروش ما یک جوری ابروهاشم براش ور میدارن، اینم اشکال نداره، جوون میتونه هر کاری بکنه. ولی اینکه تو یک سردار، یک متفکر ایرانی رو، حالا یا کوروش یا داریوش، ما اگر اسم از کوروش میبریم به خاطر اینکه اون سلسله رو اون کوروش پای گذاری کرد. اینکه داریوش مرد بزرگی بود حرفی در این نیست، حرفی در این نیست کاملا. اینکه فرمانروایی و شهریاری کوروش رو داریوش تکمیل کرد و کمبوجیا اگه بود یک جور دیگه میکرد تاریخ ماست. اینکه امروز کوروش رو اینا زدن، چوب و چماق زدن، از کشور خارجش کردند و این رو دادن دست آقای ایکس، بذارید بگیم دست شهرام همایون که یه پاش غزلیه، یه پاش نمیدونم اون شوهای فاجعه باری که میذاره به نام جلسات سیاسی. ما متعلق به این اینجا هستیم، در اینجا صحبت میکنیم، در رادیوها و تلویزیونهای دیگر هم صحبت میکنیم، مخالف هیچ تلویزیون خارج کشوری نیستم. چرا باید باشیم؟ چرا نباید چشم دیدن داشته باشن؟ چرا اون نباید 10,000 تا 20,000 تا بیاره؟ ولی آخه دیگه شیادی که نمیشه کرد که. آقا ول کن، دست از این کوروش بیچاره بردار. این کوروش رو در برلین من دیدم، واقعا در برلین کسانی که اون برنامه رو گذاشتن سیاسی کردن، در اینجا در کل من واقعا ندیدم. این تصاویر چیزایی که شنیدم خوشایند من نبود، من اونجا نبودم، به برگزار کنندگارم نمیخوام توهینی بکنم، ولی میدونم که دست این آقا تو کار بود. خب آقا میرید برنامه بذاری، به فرض این که 1,000 نفر بیاد، 300 نفر بیاد، 500 نفر بیاد، بری اونجا بخونی، ایشالله ماشالله خوشه، آش بخوری، جشن برو تو کارنوال بذار بگیر، حداقل بیا یه راهپیمایی بذار، 4 تا شعار سیاسی علیه این جنایتکارا بده، بگو که میخوای چی بکنی که مردم نیاند شعار سیاسی بدن که بعدا نمیاند. خب نیاند مردم، مگه کوروش مگه چیز ماست که برن؟ مگه برن کارنوال ماست؟ مگه بالماسکای ماست؟ مگه بذار 10 نفر بیاد ولی علیه این رژیم جنایتکار شعار بده به جای اینکه 1,000 نفر بیاد؟ یعنی چی که نمیاد؟ اگر کسی میترسه عکسی گرفته بشه، خب بره چه یه جشن دیگه شرکت کنه. چرا به ابتذال دارن میکشونند این رو؟ ما حق نداریم. اگر کسانی هنوز به امید این، اگر 10% اون، 15% اون جمعیت ها به امید اون رفتند که یه کار فرهنگی، یه کار سیاسی بکنن، بیدار بشند. خواهش میکنم
این کار میخواید اگه جشن بگیرید، اگه نمیخواید بشنوید برید یه روی چیز دیگه جشن بگیرید. آخه چرا اومدید؟ برید ستار بیاد براتون بخونه، کار ارزشمندیه، عید برید بشینید. آخه اونی که میاد این رو جز مطامع شیطانی میکنه، ارزش های سیاسی، فرهنگی، حقوق بشری ما که در شرایط کنونی باید به درد مبارزه ما بخوره، مگه اینا این کار رو نکردن؟ مگه اینا کوشش نکردن که از شاهزاده رضا پهلوی فتیلش رو بکشن پایین به گونه های مختلف؟ مگه سعی نکردن از روی چهره ای بسازن در این تلویزیون یا اون تلویزیون؟ خوشبختانه ایشون در مجموعه امروز موضع سیاسی و مبارزاتی خودش رو حفظ کرده. امیدوارم که هرچی بیشتر دوروبری های نادان ماها بنده رو میگم، ایشون رو نمیگم، ما رو به بیراها نبرند. امیدوارم که همچنان که امسال هم به درستی ایشون گفتن که برای کوروش جشن بگیرید، در سالهای بعد تکرار بشود که کوروش مرکز در واقع نگاه حقوق بشری ماست، کار سیاسی ماست، مبارزه ماست. کوروش یک سردار ملی ماست، کوروش یک ارزش ماست، ارزش فرهنگی و سیاسی حقوق بشری ماست. درسته که نباید به اسم او افسانه ها ساخت، ولی کوروش در ذات، در هستی شناسی ما هست. این 1400 سال تاریخ انضمامی و جعلی ماست آقای بهبهانی. این حرف درست نیست که ایرانیان با کوروش پیوند ندارند. هزاران کتاب و نوشته در تمام، ما شاهنامه را داریم، ما عطار را داریم، ما جمالی ها را، ما جلمل را داریم که اون کسی که 40 سال کار کرد و حرفای او در اون 10 جلدی شاهنامه در ایران سالها گفته شد. ما در سیاه‌ترین سالهای زمان قاجار، حتی در زمان مشروطیت، رجوع به تاریخ، نگاه در واقع ارجاعی به تاریخ و فرهنگ ما داشتیم. هیچگاه در ایران فرهنگ سیمرغی قطع نشد، هیچگاه عطار در ایران از بین نرفت، هیچگاه همواره فردوسی در تاریخ ایران بود. ما پیوند داریم به پیشینه ما. ما تاریخ 1400 ساله همه چیز ما نیست، جعلی و انضمامی است، تمدن ما نیست اون گونه که داریوش شایگان میگفت. ما 3 قطب تمدنی نداریم. این قسمت از جعلیات رو همین در دانشگاه های اینجا شما برو، بنده که داشتم 33 سال پیش درس اقتصاد میخوندم، دانشجوی اقتصاد باید اول افلاطون رو میشناخت. مگر این در زمان روشنگری نرفتن مگه یک جامعه کوچک آتن رو، دموکراسی در آتن رو بررسی کردن؟ از جامعه یک شهر کوچک 4-5 هزار نفره بود. شیوه شهریاری، فرمان روایی و حکومت دموکراسی آتن رو روشنگری رفت کاوید و این رو در واقع بزرگش کرد، پروبالش رو، حشو زایدش رو زد، اون اساس اون رو، ریشه های اون رو کاوید و اومدن هزاران کتاب راجبش نوشتند. این گونه است که رجوع تاریخ به فرهنگ، به زندگی صورت میگیره. یک جا باید صورت بگیره دیگه، این داشت صورت میگرفت. شما ببینید کوروش زعیم، جبهه ملی ایران، بخشی از جبهه ملی ایران، در این تاریخ از سال 1386 که جریان در واقع کوروش رو آوردند، هزاران جوان از جاهای گوناگون بلند شدن رفتن در آرامگاه کوروش. در اونجا بحث ها شد، صحبت ها شد، ما هنوز ویدیوهاشون هست. صدها و هزاران بار روی اون چه که کوروش برای ایران میتونه باشه صحبت شد، همون نقشی که آتن برای دموکراسی در غرب داره. چرا نباید ما این رو داشته باشیم و زنده و زنده و احیاش بکنیم؟ اما بدور از ابتذال، بدور از شیاد بازی، بدور از پدر سوخت بازی. آخه مگه اونجا مگه جشن کارنواله؟ جشن مگه فروش مارکتینگ؟ مگه به یکی 100 یورو 100 دلار بده، به یکی 300 دلار بده؟ این بازی های تهواور رو باید ملت ما دیگه با خودمون دیگه بازی نکنیم، با فرهنگ ما، با زندگی ما. شما میگه سازمان انقلاب اسلامی، سازمان انقلاب اسلامی یه گوشه افتاده، رهبرانشون هم همه پیرند و دارن در حال مثل بنده بازنشسته شدن، ادهی هم مثل بیزاد نووی چریک پیر که به هر حال
دیگه میدونیم ده کجا رسیده، دستشون در دست جنایت بوده. اونها رو نمیشه به هر حال امروز توی بوته دیگه چیز برد، کردند و رفتند، خوردند، جنایت کردند، رانت خوردند. اینی که اومده در خارج داره با افکار ما داره ما رو مانیپولاسیون میکنه، با ابزارهایی که از داخل دارن این کار رو باش میکنند، ما باید اینجا بیدار بشیم دیگه. آقای بهبهانی اینجا باید بیدار بشیم. ما کوروش جای ملعبه برای بازی نیست، کارنوال نیست، بالمسکا نیست. کوروش نماد بزرگی امروز ایرانیان در جامعه جهانی است. نگاهی به حقوق بشره، نگاهی در واقع به فرهنگ ماست. اینه، اینو باید زنده نگه داشت. باید کوشش بکنیم همه این تلاش ها رو به گونه پاکیزه بکنیم و اونهایی که نقش دارن در روان ساختن این ذهنیت در واقع پیش رونده، من همچنان امیدوارم این حشو زواید رو ما حذف خواهیم کرد و دست در واقع تبهکاری های رژیم رو که در اینجا اونجا دیده خواهد شد، مثل شهری مثل برلین و یا جاهای دیگر، حتما قدرت پیدا خواهیم کرد که این رو کمش کنیم، نفوذ اینجور در واقع لابیگری هایی که میخواد این رو به ابتذال بکشونه. آقای بهبهانی. آقا بسیار ممنون و متشکر از شما، کاملا با شما همراه هستم و درسته، یعنی ما نباید نه از این ور بریم عقب عقب، از اون ور پشت اون بیفتیم، نباید. ببین در دوره‌ای که رضا شاه اومد سر کار، خب بعد وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که یه عده آدم هایی در اون دوره هستن گله گله، مثل امروز که داریم میبینیم گله گله آدم ها هستن، ولی اونا تعهد کردن که مملکت رو به سمت از اون منجلاب بکشنش بیرون به حال، و موفق شدن و دیدیم که ظرف 20 سال چقدر تحولات تو مملکت صورت گرفت. اونا بر چی سوار شدن؟ به همین ماجرا، یعنی مثلا فرض کنید که هزاره فردوسی رو درست کردن، مقبره برای فردوسی درست کردن، برای حافظ آرامگاه درست کردن، خیلی زحمت کشیدن، ولی یه جای داستان حواسش نبود، اونجایی که هنری کوربون و غیره آمدند و داستان رو از توش فردید بیرون اومد و بعد از تو دل فردید این نایست که امروز داریم شاهدشیم و میبینیم. محمد رضا شاه عکس پدرش رفتار کرد، ای کاش مثل پدرش رفتار میکرد، ولی محمد رضا شاه اومد رضا شاه زدائی کرد، به جای اینکه آخوند زدائی کنه دستاوردهای رضا شاه رو از بین برد برای اینکه خودش رو نشون بده. اونا نرفتن دنباله، اونا رفتن دنباله هزاره فردوسی. این اومد من رفت در پاسارگاد بهش گفت بخواب من بیدارم، و دیدیم که از همه خوابتر خودش بود و مملکت رو به این فضاحت رسوندن که امروز ما شاهدش هستیم. میبینیم تقلاها رو داریم میبینیم، داریم میبینیم. امیدوارم که بالاخره یک تغییری به همت گوشش های شما عزیزانی که در سراسر جهان هستید، در داخل ایران همه دست در دست هم نهیم به میهن خیش را از این شرایط ورته بیرون بکشیم. من یه بار دیگه از شما تشکر میکنم. اجازه بفرمایید آقای بهبهانی گلمن، یک چیز دارم بگم از حقش نگذشت. ببینید در اتفاقا در زمان در دهه 40 ما انسان هایی مثل بدی زمان و فروزانفر داشتیم، ما مشتبا نینوی داشتیم که ببینید کارهای بزرگ مشتبا نینوی در شاهنامه، در شاهنامه شناسی که جناب علی اشاره فرمودید به درستی، اینا بخش بزرگی در همون دهه 40 صورت گرفت. شاگردان مشتبا مینوی کسانی مثل شفیعی کتکنی، نعمت آزرم و این نسلی که زبان فارسی رو اینها در واقع نیشابور رو، فرهنگ خراسان و فرهنگ شاهنامه و توس رو
تمام این کارها بخش بزرگی در همون دهه 40 و آغاز دهه 50 صورت گرفت. اگرچه حتی من این روزا من میفهمم، ولی آقای سلیمی مثلا شما ببینید، آیا واقعا مثلا یک کسی مثل سعید نفیسی یا مثل بدیع زمان فروزانفر، چرا اسم اینا هیچ وقت به عنوان روشنفکر یا همین دکتر مینوی، چرا اسم اینا به عنوان روشنفکر بیرون نمیاد؟ چرا ما از اینا جلال آل احمد رو میگیم، نمیدونم اونو میگیم، اینو میگیم؟ فرهنگ توده ای آیت. ببینید آقای بهوانی، من یک حدود 10 سال از 50 سال زندگی منو با فرهنگ چپ بودم. خوشبختانه واقعا متعلق به خانواده توده ای نبودم، یعنی به فکر توده ای متعلق نبودم و شاید عمده تمام این مدت رو علیه این فکر توده ای بودم. فکر توده ای همسایگی با کشور استالین، جنایتی که در واقع در حق ما صورت گرفت، ما یکی از بدشانسی های ما دو بدشانسی بزرگ داشتیم های دیوان. یکی نفت ما بود که پارادوکسیکال بود، که این من خودم اقتصاد خوندم و نفت رو میدونم که میتونه برای کشور چقدر در واقع خوشبختی بیاره، ولی نفت مثل اون ثروت اون پدری بود که یک بچه رو بدبخت کرد، به اعتیاد و به نابودی و به همه چیز کشوند. این بود نفت ما. و یکی همسایگی ما و این تحفه، در واقع این تحفه دست در دست تبهکاری های حزب توده بود. ببینید من از خانواده چپم ولی این گونه دارم، من از گیلانم و میدونم اینا چه ضربه ای در واقع فرهنگ توده ای به ما زد، فرهنگ استالینیستی. اگر دو تا چیز درستم بود، شما ببینید الان جوان ایرانی میاد به مصدق فوش میده، فکر میکنه مصدق توده ای بوده، برای اینکه ناآگاه ابله. معذرت میخوام باید یک بار بگم، اون جوانی که به دکتر مصدق فحاشی میکنه خب ابله، ممکنه هر چی در مورد من بیاد بگه، نادانه، یعنی ناآگاهه. در حالی که اتحاد شاه و مصدق در بین 20 تا 32 تا اون ماجرای 32 میتونست کشور رو از دست کاشانی ها نجات بده. کسروی که ضد شاه نبود، که کسروی با اون نگاهش با اون دانشش، چرا کسروی رو کشتن؟ خب اون کسی که میاد امروز به مصدق، به ملیگرایی که بعدن به پهلوی، در آخر پهلوی باز یک ملیگرا بختیار اومده بود، رفت که شاه رو در واقع شاهنشاهی و شهریاری رو نجات بده، دکتر بختیار ملیگرا بود. خب ببینید وقتی شما تاریخت رو نشناسی، عملا به همین جا میفتی. همه اون کسان این کشور رو دوست دارند باید نترسند. آدم سیاسی باید فوش بخوره ولی شجاع باشه، هر چقدر هم میخوان فوش بدن بدن، ولی تا شما بر نگردی. یک روز در همین تلویزیون شما گفتم شاه از مدرسه الرفایی از مصر و مصدق از احمد آباد باید بیان در تهران نزدیک هم دیگر دفن بشند در یک آرامگاه، و ما باید برای هر دوتای اینها ارزش قائل بشیم. شاه ایران در دهه 40 کارهای بزرگی کرد، ولی جلال آل احمد، ما جوان و نوجوان بودیم جناب علی احمد، ما دیدیم که همین جلال آل احمد، اون شمس برادرش بعد از انقلاب، اینا چه بر سره. صمد مرد گفتن صمد رو کشتن، اون یکی فلان کرد رفتن. ببینید اینا همون دست پرورده های حزب توده بود. جلال آل احمد کی نبود؟ بسیاری از اینها رو کی صادر کرده بود؟ کی عبدالصمد کامبخش رو به ایران صادر کرده بود؟ کجا درس خونده بود اون؟ خب اینها رو شوروی برای ما صادر کرده بود. همسایگی شوروی بزرگترین فاجعه‌ای بود که به تاریخ ایران، آثار این تا همین امروز، تا شاید 50 سال دیگر ما رو ول نکنه. این چپی که بخشی از این چپ که هیچی نیست، دروغ میگه من چپم، اینها نه، بعضی از این چپا که در همون سال 50 موندند، در دهه 50 موندند، که اینها میخوان فقر را تقسیم بکنن، هنوز ضد امپریالیزمند، هنوز همینطور ضد اسرائیلند، هنوز همینطور ضد شاهند، هنوز همینطور به زندانهای 50 سال پیش که فلان بودن فکر میکنن. خب شما میخوای اینا چطور عوضش کنید؟
اینا حاصل فرهنگ توده‌ای هستند. حالا ممکنه بعضی از اینا خط دو هم بودند، بعضی از اینا خط سه هم بودند، ولی عوض نشد اینجا، این مخیله عوض نشد. شما تا عوض نشی، این دو عامل ما را بدبخت کرد. آقای بهبهانی، نفت و پول نفت و همسایگی با شوروی، این ژئو اکونومی ما رو، ژئوپلیتیک ما رو، جغرافیای سیاسی و اقتصادی ما رو این همسایگی سالها نابود کرد. خب شاه غرق در این بود، یه انسان بود با اشتباهات خودش، اصلا این تبرئه کردن اون نیست. دوروبری های اونها هم تو همین ماجراها غرق بودن. شما میگی توطئه نیست، آقا انگلستان و شوروی کمونیستی دست در دست هم، ملکه انگلیس با برژنف دست در دست هم، چطور توطئه نبود؟ انقلاب 57 مثل این جریان کارزای و همین اشرف غنی جلوی چشم ما هست. توطئه نیستیم، توطئه است دیگه. دیگه اسمش چی میذارید؟ دو کشور علیه ما توطئه کردن. به هر حال امشب بحث به درازا کشید، ولی امیدوارم که ما همچنان امیدوار طی میکنیم شب و شب را و روز را. آقای بهبهانی، ما امیدوار به باورمند قربان. ممنونم ازت، سپاسگزارم، و این برنامه رو تقدیم میکنیم به بزرگ مردمون آقای زنده یاد دکتر سیروس آموزگار نازنین، یادش گرامی باد. ممنون از شما، سپاسگزارم. تشکر میکنم و برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدر، همسر دانشمندت آرزوی بهترین دارم. ممنون از شما جناب سید، سپاسگزارم. به حال از اینکه دنبال کردی، از تو نازنین هم نهایت سپاس و تشکر رو دارم. تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر، ممنون از شما، سپاسگزارم. تا باز یادم نرفته، مهر کنید، این فیسبوک داد بیداد میکنه، لطف کن لینک ها رو لایک کن، شیر یادت نره، این دوتا کار رو بکن. حمایت مالی نیاز ماست، ولی این دوتا بالاخره احتیاج داریم. اگه میشه این کار رو انجام. ممنونم ازت.